سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مبارزه در برابر تهدیدات گروه‌های هراس افغان در افغانستان. سخنگوی حکومت سرپرست اما میگوید که پناهگاه امن هراس افغانان در کشور وجود ندارد. هر ادعایی را بخواهد که ثبوت شود، بررسی شود و اگر ادعای کذب و دروغ است، او را به جهانیان واضح سازد. نگرانی شهروندان کشور از افزایش بهای مواد اولیه همزمان با فرارسیدن فصل سرما. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم گفته به دلیل مسدود شدن راه ها ممکن بهای مواد خوراکی اندکی افزایش یابد. اول که کار برای مردم ایجاد کنه، دوم به اصطلاح کنترل کنه نرخ ها را شهروالی ها، هر کسی که در این رابطه دست داره اونا باید کمک کنه به مردم. و اعلام آمادگی جو بایدن برای دیدار با ولادیمیر پوتین. بایدن میگوید اگر پوتین به پایان جنگ اوکراین میل داشته باشد، آماده است با او گفتگو کند. I'm prepared to speak with Mr. Putin. هیچ برنامه فوری برای تماس با پوتین ندارم، اما در صورتی که پوتین علاقمند به تصمیم گیری برای پایان دادن به جنگ در اوکراین باشد، آماده ام با او گفتگو کنم. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری این ساعت از تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. سفارت پاکستان در کابل امروز هدف حمله تیراندازی قرار گرفت. بر اساس گزارش ها تیراندازی از ساختمان نزدیک به این سفارت صورت گرفته و در پی آن یک کارمند سفارت پاکستان زخمی شده است. در این حال نخست وزیر پاکستان این حمله را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات فوری در مورد این حمله شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به مبارزه با تهدیدات گروه‌های هراس افغان در افغانستان متحد است. بلینکن گفته باید اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه هراس افغانان مبدل نخواهد شد. با این حال سخنگوی حکومت سرپرست گفته که پناهگاه امن هراس افغانان در افغانستان وجود ندارد و همچنان به کسی و یا گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مقامات کاخ سفید بارها ادعای مبارزه با تروریسم در افغانستان را مطرح کردند، ادعایی که با پرسش‌های نیز به همراه است. این توییت تازه وزیر خارجه آمریکا که گفته واشنگتن متعهد به مبارزه با تهدیدات گروه‌های هراس افغان در افغانستان است. بلینکن گفته باید اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل نخواهد شد. ایالات متحده برای مبارزه با تهدید ایجاد شده از سوی گروه‌های هراس افغان در افغانستان متحد است تا اطمینان حاصل کند که هراس افغانان از افغانستان به عنوان پایگاه امن هراس افغانی جهانی استفاده نکنند. کابل اما وجود پناهگاه امن هراس افغانان در خاک افغانستان را نمی‌پذیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست بر رسانه ها گفته که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر بسازد. از سوی هم باورها این است که افغانستان زمانی به پایگاه امن هراس افغانان مبدل نخواهد شد که سران کابل به توافقنامه دوحه عمل کنند. تعهد در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان زمانی برآورده می شود که به یگانه گزینه تطبیق مواد توافقنامه دوحه از طرف امریکا فشار آورده شد. در غیر آن تروریسم در کوهستانات افغانستان برایش جای امن پیدا و معضله تروریسم به دردسر جهانی مبدل خواهد شد. با این حال وزارت خارجه آمریکا 4 عضو شبکه القاعده در شبه قاره هند و تحریک طالبان پاکستانی را تحریم و شامل فهرست توریست‌های جهانی کرده. افرادی که به گفته مقامات کاخ سفید حالا در افغانستان حضور دارند. ادعا دارد که مثلا تحریک طالبان پاکستانی را جیش محمدی را و دیگر گروه ها القاعده و ایر افغانستان پشتیبانی میکنه و مراکز اونجا وجود دارد. یعنی در مجموع متهم به این مزاحمات دولت افغانستان یا امارات اسلامی طالبان به اینجا خاموش است و این بزر افغانستان است. باید هر ادعا را بخواهد که ثبوت شود، بررسی شود
و اگر ادعای کذب و دروغ است او را به جهانیان و واضح سازد. این در حالی است که روز پنجشنبه وزیر داخله پاکستان مدعی شد که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان بر ضد این کشور استفاده می کند. ادعایی که از سوی کابل بارها رد شده است. شورای امنیت سازمان ملل حمله روز چهارشنبه بر یک مدرسه دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان را محکوم کرد. این شورا در بیانیه این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده و از طرفهای دخیل در افغانستان خواسته به امنیت غیر نظامیان از جمله کودکان احترام بگذارند. اعضای شورای امنیت بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازماندهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی و محکمه آنها تأکید کرده است. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نیز حمله انفجاری بر مدرسه دینی در سمنگان را محکوم کرده اند. در این حمله دست کم 20 نفر جان باخته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز بیانیه ای را در رابطه به حادثه انفجار در مدرسه دینی در مرکز ولایت سمنگان صادر کرده که توجه شما را به آن جلب می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که در اثر انفجار در مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تعدادی از دانش آموزان بیگناه به خاک و خون کشیده شدند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح شدید این جنایت هولناک بار دیگر تأکید می کند تأمین امنیت به طور عام و امنیت مراکز دینی و تحصیلی به طور خاص از وجایب حکومت می باشد و انتظار می رود مقامات امنیتی در این راستا اقدامات مؤثرتری را داشته باشند. از خداوند منان برای شهدای گرانقدر علو درجات و برای مجروحین شفای عاجل و برای خانواده های داغدار صبر جمیل مسئلت می نماییم. شورای علمای شیعه افغانستان 10/9/1401. همزمان با روز جهانی معلولین، ریاست شهدا و معلولین کابل از کمک‌های حکومت سرپرست و برنامه‌های آینده‌شان برای معلولین در کشور خبر می‌دهد. رئیس این اداره گفته با در نظر داشت حقوق و امتیازات معلولین به آنان رسیدگی خواهد شد. با این حال بر اساس آمارها تعداد معلولین جنگی در کشور به 8000 تن می‌رسد و رقم معلولین مادرزاده نیز دست کم 87000 نفر است. بیشتر معلولین با شکایت از دشواری‌های زندگی خواهان پرداخت به موقع معاشاتشان از سوی حکومت سرپرست هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش. چهار دهه جنگ در افغانستان در کنار ویرانی‌های بیشمار جان میلیون‌ها تن را گرفته و میلیون‌ها تن را معلول ساخته است. مسئولان در ریاست شهدا و معلولین کابل می‌گویند 40 سال جنگ در کشور در کنار تلفات جانی خیلی‌ها را معلول ساخته که تعداد آنان به 8000 تن می‌رسد. با گفته رئیس شهدا و معلولین کابل، آنها برای رسیدگی به معلولین برنامه‌هایی را روی دست دارند. تقریبا تر 8000 پور صف لري چې کوم دلته په کابل ولایت کې صف دي. هغه تر څنګ ملکی معلولین هم شته چې دوه طرفونه تر څنګ زیانمن شوی او د زخمیان شوی معلول شوی. هغه کورنۍ هم موږ لرو تقریبا هغه هم 5000 موږ لرو. او دغه تر څنګ ورزاتی طبي حادثه معلول چې کوم ده هغه هم موږ لرو او 8000 پور شاوخوا دغه تعداد هم جوړیږي. در سوی دیگر اما معلولینی که چشم براه معاش و دریافت کمک‌های حکومت سرپرست و نهادهای امداد رسانند از وضعیت بد زندگی و کمبود معاششان شکایت دارند. من خودم معلول جنگی هستم. در دوران تجاوز روسا معلول گردیدم. امارات اسلامی
دوباره حقوق ما را 3000 ساختن. در 3000 به ما کفایت نمیکنه. شماری از معلولین نیز میگویند در کنار کمبود معاش و در نظر گرفته نشدن امتیازاتشان، در برخی موارد مورد رفتار دوگانه قرار گرفته و حتی توهین و تحقیر شدند. حتی های مایوبین زدن دیدیم با چشم سر، های خودمون سر خودمون وار کردن، حتی مردم ها پیدا میشه که در قصه مایوب هم نیست. مایوبیت خو یک خودش سراسر مشکلات است. بس مشکلات هست، باز ما صبر میکنیم، استقامت میکنیم، خدا ایتو احساس نمیکنیم که ما معلول هستیم. ما مثل یک فرد جامعه که جور هستن و نمو رقم ما زندگی میکنیم. همزمان با این، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت بد معلولین در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته افراد دارای معلولیت در افغانستان به کمک های بشری دسترسی ندارند. همزمان با فرارسیدن فصل سرما، شماری از شهروندان از افزایش بهای مواد اولیه در فصل زمستان نگرانند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم میگوید به دلیل مسدود شدن راه‌ها ممکن بهای مواد خوراکی اندک افزایش یابد. همزمان وزارت صنعت و تجارت اما وعده داده که نرخ‌ها در بازار را کنترل می‌کند و با آغاز واردات مواد نفتی و گندم از روسیه بهای مواد خوراکی کاهش خواهد یافت. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. بازارچه در قلب پایتخت، محل عمده فروشی مواد غذایی که نرخ‌ها اغلب در اینجا تعیین می‌شود. بر رغم نگرانی‌ها از فروش بهای مواد اولیه در فصل زمستان، فروشندگان اما می‌گویند مواد خوراکی نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته. هر بوری آرد 100 افغانی و هر بشکه روغن هم تا 50 افغانی. تقریبا 1% واری ارزان هم شده، فقط نرخ آرد و روغن. ما به دیگر مواد اولیه مثل اوباد چیتا کنم تغییرات خاصی نامده. چرا فصل از این نازی نانی بلند شده نی ارزان شده. برای فعلا دیگر نرخ های استاد هستن. در اکثر لوبیا مثلا 100 افغانی تغییرات کرده، ارزان شده. در یک پیپ روغن 20 روپه، 30 روپه یا 50 روپه تغییرات آمده. با گفته فروشندگان بهای مواد خوراکی نسبت به هفته های گذشته کاهش یافته، اما یکی از نگرانی شهروندان این است که با آمدن فصل زمستان بار دیگر بهای مواد خوراکی افزایش یابد. فکر می کنیم که ان شاء الله اینقدر بالا نمیرن. این موسمی است، کلی مسائل انتقالات کم میشه، سالن بند میشه، یک کمی مطرای کلان نمین، یک سلسله انتقالات برف باری میشه، یک کمی تغییر خاتمه. اما کوشش میکنیم که زیاد تغییر نبین. شهروندان نیز از حکومت سرپرست میخواهند که جلوی احتکار و افزایش بهای مواد خوراکی را بگیرد. از دید شهروندان مشکلات تنها به مواد خوراکی خلاصه نمیشود، بلکه مشکل اساسی در جامعه بیکاری است. او باید کاروبار با مردم و زمینی کار بته، یا شهروالی یا دیگه یا دیگه یا چوکیداری کاروبار مردم نیست، دیگه کدام مشکلی نیست. دی د خلق سره همکاری وکي، د خلق سره مالیات کم کړي، د خلق سره په ګمرکو کې کومک وکي، چې په ګمرکو کې دی کمی پیسې واخی دلته بزمور د ولست لپاره کم تمامېږي، او کدی هلته ډیر پیسې اخی دلته هغه محصول پر خلقو باندې لویږي. اول که کار برای مردم ایجاد کنه، دوم به اصطلاح کنترل کنه نرخ‌ها رو، شهروالی‌ها هر کسی که دی رابطه دست داره اونا باید کمک کنه به مردم. همزمان وزارت صنعت و تجارت وعده داده که نرخ‌ها در بازار را کنترل خواهد کرد. در کنار کنترل بازار، چشم وزارت صنعت و تجارت به تفاهم‌نامه کابل مسکو نیز دوخته شده است. سخنگوی این وزارت گفت مواد خوراکی و نفتی که قرار است از روسیه خریداری شود، اکنون منتظر پرداخت بهای آن از سوی وزارت مالی است. مسائل تکنیکیش حل شده، مانده مشکل از اینکه بخیر پیمنتاش از طرف وزارت محترم مالیه شوه، انشاءالله او هم بزرگترین فرصت انتقالاتش صورت میگره و ما مطمئن بری هستم در صورتی که کدام مسئله سیاسی پیش نشه، انشاءالله ما در خدمت هم وطنان ما میتونیم قیمت ها را یا به می سطح نگاه بداریم، یا اگر تانستیم که تفاهم ما با کشور روسیه انجام شد قیمت ها را پایین میریم انشاءالله دیگه هم. برغم این وعده ها، کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیرا اعلام کرده که مردم افغانستان زمستان سختی در پیش دارند و خانواده ها با دو انتخاب سخت روبرو اند.
سیر کردن شکم اعضای خانواده و یا تهیه مواد سوختی برای گرمایش در فصل زمستان. و در ادامه بیننده چند خبری کوتاه باشید. در دو رویداد ترافیکی در ولایات فرا و بغلان 4 تن جان باختند. منابع میگویند که صبح روز جمعه در نتیجه برخورد یک موتورسیکل با یک موتور مسافربری در مربوطات ولسوالی بالابلوک فرا 2 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در یک رویداد ترافیکی دیگر شام گذشته در منطقه ملخان ولسوالی خنجان ولایت بغلان 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رویدادهای ترافیکی در این اواخر افزایش یافته است که علت اصلی آن به احتیاطی رانندگان و خرابی جاده ها عنوان شده است. شش عضو یک خانواده در نتیجه گاز گرفتگی در منطقه تایمنی از مربوطات حوزه 4 شهر کابل جان باختند. منابع مردمی گفتند که 2 زن و 4 کودک شامل قربانیان این حادثه اند. گفتنی است که 3 روز پیش نیز یک زن و 2 کودکش به علت زغال گرفتگی در غزنی جان باختند. بیشتر خانواده ها در فصل زمستان از گاز و زغال سنگ استفاده می کنند که هر از گاه باعث حوادث مرگبار گاز گرفتگی و زغال گرفتگی می شود. معاون نماینده دبیر کل سازمان ملل در کابل گفته که 6 میلیون نفر در آستانه گرسنگی شدید قرار دارند و نیاز فوری به غذا در افغانستان به شدت احساس می شود. معاون یونما وقوع این گرسنگی بی سابقه در افغانستان را ناشی از شوک های اقتصادی دانست و تاکید کرد که ملل متحد برای رفع کمبود مواد غذایی شدید در زمستان به 768 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس پیش بینی سازمان ملل بیشتر از 28 میلیون شهروند افغانستان در سال 2022 میلادی نیاز به کمک های بشردوستانه خواهند داشت. از سوی هم برخی شهروندان کشور از توزیع ناعادلانه کمک های نهادهای بین المللی به شدت انتقاد می کنند. فروشندگان قالین در کشور می گویند به دلیل افزایش مالیات و محدودیت های بانکی صنعت قالین بافی در کشور با خطر سقوط مواجه شده است. بازرگانان نیز از حکومت سرپرست خواهان کاهش مالیات و بازاریابی جهانی برای قالین کشور هستند. وزارت صنعت و تجارت اما برعکس از رشد صادرات قالین خبر داده و گفته برای رشد این صنعت جلو صادرات پشم گرفته خواهد شد. داود ناظری گزارش می‌دهد. قالین‌های افغانی که با بهترین کیفیت و کمترین مزد تولید و با بازارهای جهانی صادر می‌شود، البته نه با نام و نشان افغانستان. صنعت پرسود که حالا با چالش‌های بزرگ در داخل کشور مواجه است، از مشکلات بانکی تا وضع مالیات سنگین حکومت که دست بازرگانان را از ادامه کار در این تجارت صنعتی و سنتی کوتاه ساخته. و مالی که از اینمی دکاندارا میگیره یک ذره با من دکاندارا مراعت کنه، اینمی علی هیچ کس نمیتونه که نمازی مصرف روزمره خود رو پوره کنه. همین فعلا کل مردم کار خود جمع میکنه، ولی یک مشکل داره. اینو از خاطر زمستان تار خریده، تارای خود رنگ کرده، سرمایه که داره دم تار بند شده. اگر این کار رو بند کن، اونم تار کوه میزنه از بین موره دیگه، اونم سرمایهش از بین موره. لیل الحم در 6 ماه نخست سال 1401 ما تقریبا در حدود 600 متر مربع قالین صادرات داشتیم. اینجا اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت برخلاف این صحبت ها میگوید قالین افغانستان همچنان در سطح جهان مقام اول را دارد و در حال حاضر بیشتر از 300 هزار نفر در کشور مشغول قالین بافی اند. با گفته او در طول 1.5 سال گذشته به ارزش 9 میلیون دلار قالین صادر شده است. روز به روز هم صادرات قالین ما زیاد میشه و هم سرمایه گذاری بیشتری در عرصه افغانستان صورت میگیره. چند بخش کوشش میکنیم که بخش قالین ما، بخش صنعت قالین ما رشد کنه، که ما پشم و تار اصلی که از خود ماست ما ایره صادراتش نمیمونیم بیش از حد شوه، تا کسایی که قالین میبافن و در این بخش کار میکنن و با کمبود مواد مواجه نشن. در پولی ازی از کشورهایی که پشم داره مثل سعودی هست، ازبکستان و بعضی کشورهای دیگه، ما از اونا پشم وارد میکنیم.
بازرگانان اما میگویند در گام نخست باید مالیات بر تجارت قالین کاهش یابد و بازاریابی جهانی صورت گیرد. یک بازاریابی برای مردم کنه دیگه. سابق زمان جمهوریت خوب بود، دالزای اوازی باز بود. اگه دولت بتونه امکانات یک راه ترانزیت که بعد کل کار میشه بسته بندی شه، بعد کلش به نام خود افغانستان صادر شه، بهتر میشه. بزرگترین ضعف ما این است که بیتونیم قالین مستقیما به کشورهایی که وارد کننده اصلی قالین هستند، مثلا کشوری مثل جرمنی در قسمت واردات قالین دستی بسیار بسیار پیش است، ما به مستقیما در واقع در نمایشگاه های بین المللی اونجاهایی که کشورهای وارد کننده این محصولات صنایع دستی در اونجا نمایشگاه های برگزار میکنه، ما باید مستقیما در اون بخشا بریم و بتونیم که محصول خود مستقیما عرضه بکنیم. نگرانی ها از سقوط صنعت قالین بافی در کشور در حالی است که در اوج فقر و بیکاری قالین بافی تنها روزنه امید مردم به تأمین مخارج زندگی است. زیباترین قالین جهان اینجا در کابل محصول تلاش و زحمات شبانه روزی بانوان کشور با مزد اندک. عنقریب که این صنعت مهم در افغانستان با رکود مواجه می شود و قالین بافان و تاجران قالین کار خیش را جمع میکنه به خاطر افزایش مالیات، نبود بازاریابی در سطح جهان و مشکلاتی که به وجود آمده است. اما مسئولان حکومت سرپرست میگوید ما برای رشد صنعت قالین راهکارهای تازه را روی دست داریم و صادرات پشم ممنوع کردیم و از کشورهای مختلف پشم وارد میکنیم. داود ناظری، تلویزیون تمدن، کابل. همزمان با رسیدن فصل سرما آمار کودکان مصاب به سینه بغل در بامیان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. بر اساس آمارهای ریاست صحت عامه این ولایت تا هنوز دست کم 11 هزار کودک در این ولایت به سینه بغل مبتلا شدند. با این حال خانواده ها می گویند که توان خرید مواد گرمایشی را ندارند و به همین دلیل کودکانشان به بیماری سینه بغل مصاب می شود. کودکان بستری در شفاخانه ولایتی بامیان که بیشترشان مصاب به بیماری سینه بغل هستند. شمار از این کودکان به نوع شدید از سینه بغل مصاب هستند که در مراکز صحی محلی قابل درمان نبوده و در شفاخانه ولایتی بامیان بستر شدند. دکتران میگویند در یک ماه دست کم 300 تا 500 کودک مصاب به نوع شدید سینه بغل در این شفاخانه تحت تداوی قرار میگیرند. چون در فصل های سرما و در زمستان مریض های نمونی ها سینه بغل زیاد می باشد، تقریبا در حدود 300 تا 500 یا فرق می کند. ما مریض داریم داخل بستر در هر ماه که از این شاید یک 300 نمونی ها باشد، یک دو سه دیگه زیده دیگه مریض های دیگه هم است، تنها سینه بغل نیست. در اینجا مادر یک از کودکانی که به دلیل سینه بغل بستری شده می گوید توان تهیه مواد گرمایشی را ندارند و سردی خانه ها سبب می شود که کودکانشان به سینه بغل مبتلا شود. دلیلش کم اقتصادم دیگه، سوخت نیست دیگه، نیست خونه. این مال ما خود ما شخصا زغالش نخریدم، وجود نداره زغال بخونیم. بر اساس آمار ریاست صحت بامیان در یک ماه اخیر بیش از 11 هزار کودک در این ولایت به سینه بغل مبتلا شدند و در این سال داریم 11852 نفر. این تفاوت یکی بردار نشان میده نسبت در سال گذشته. این رقم نشان دهنده افزایش دو برابر کودکان مصاب به سینه بغل در این ولایت است. سال گذشته 6352 کودک در بامیان به سینه بغل مبتلا شده بودند. همزمان با ادامه درگیری ها در اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید برنامه فوری برای ارتباط با پوتین ندارد و اگر رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین تمایل داشته باشد با او گفتگو میکند. از سوی هم وزیر خارجه روسیه گفته آمریکا و کشورهای غربی در جنگ اوکراین دخالت مستقیم دارد و مسکو به هدف از کار انداختن تسلیحات کمکی غرب زیرساخت های انرژی اوکراین را هدف قرار داده است. در این حال ارتش اوکراین میگوید که روسیه اکنون در حال استفاده از موشک های با توانایی اتمی اما با کلاهک غیر انفجاری برای فرسایش پدافند هوایی این کشور است. ارتش اوکراین مدعی است که این قطعات موشک های کروز X-55 ساخت روسیه است که از دو منطقه غربی اوکراین یافت شده.
موشک های ساخت دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق که در گذشته به خاطر آماج قرار دادن اهداف استراتژیک از آن کار گرفته می شده. این مقام ارتش اوکراین می گوید روسیه اکنون در حال استفاده از موشک های با توانایی های اتمی اما با کلاهک غیر انفجاری برای فرسایش پدافند هوایی این کشور است. ما می توانیم بگوییم که پرتاب این موشک ها برای منحرف کردن توجه سامانه پدافند هوایی اوکراین و خسته کردن آن است. در حالی که موشک های مدرن روسیه بر روی اشیای زیرساختی حیاتی شلیک می شوند. امریکا هم مدعی است که روسیه در جنگ اوکراین از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده، ادعایی که تا حالا ثابت نشده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا همینجا گفت هرچند برنامه در آینده نزدیک برای دیدار و گفتگو با پوتین ندارد، اما اگر رئیس جمهور روسیه تمایلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داشته باشد با او گفتگو خواهد کرد. هیچ برنامه فوری برای تماس با پوتین ندارم، اما در صورتی که پوتین علاقمند به تصمیم گیری برای پایان دادن به جنگ در اوکراین باشد، آماده ام با او گفتگو کنم. تنها یک راه برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد. راه منطقی این است که پوتین از اوکراین خارج شود. از سوی هم وزیر خارجه روسیه می گوید امریکا و اروپا به صورت مستقیم در جنگ اوکراین دخالت دارند، از کمک‌های تسلیحاتی گرفته تا آموزش نیروهای اوکراینی در انگلیس، آلمان و برخی کشورهای دیگر اروپایی. شما نباید بگویید که آمریکا و ناتو در این جنگ شرکت نمی‌کنند، بلکه شما به طور مستقیم در آن شرکت می‌کنید. نه تنها با تهیه سلاح، بلکه سربازان اوکراینی را در قلمرو خود آموزش می‌دهید. با این حال میدان نبرد همچنان داغ است و هر دو طرف قربانی می‌گیرد. نبردی که تاکنون بیش از 100,000 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که مقام‌های سئول تصمیم گرفتند که تحریم‌های یک جانبه را علیه 8 فرد و 7 سازمان مرتبط با برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی اعمال کنند. این وزارتخانه اعلام کرده که این تحریم‌ها بر علیه 8 فرد و 7 سازمانی که در برنامه موشکی هسته‌ای نقش داشتند یا از تحریم‌ها علیه کره شمالی طفره رفتند اعمال شده است. کره جنوبی موشک‌های هسته‌ای کره شمالی را چالش جدی برای صلح و ثبات شبه جزیره کره و کره زمین دانسته است. در آخر مرور دوباره به سرخط خبرها. تأکید وزیر خارجه امریکا بر مبارزه در برابر تهدیدات گروه‌های حراس افغان در افغانستان. میگوید که پناهگاه امن حراس افغانان در کشور وجود ندارد. هر ادعایی را بخواهد که ثبوت شود، بررسی شود و اگر ادعای کذب و دروغ است، او را به جهانیان و واضح سازد. نگرانی شهروندان از افزایش بهای مواد اولیه همزمان با فرارسیدن فصل سرما. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم گفته به دلیل مسدود شدن راه‌ها ممکن بهای مواد خوراکی اندک افزایش یابد. اول که کار برای مردم ایجاد کنه، دوم به اصطلاح کنترل کنه نرخ‌ها را شهروالی‌ها. هر کسی که در این رابطه دست داره اونا باید کمک کنه به مردم. و اعلام آمادگی جو بایدن برای دیدار با ولادیمیر پوتین. بایدن میگوید اگر پوتین به پایان جنگ اوکراین میل داشته باشد آماده است با او گفتگو کند. هیچ برنامه فوری برای تماس با پوتین ندارم، اما در صورتی که پوتین علاقمند به تصمیم گیری برای پایان دادن به جنگ در اوکراین باشد آماده ام با او گفتگو کنم. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر، خدا نگهدار.